با بهترین درودها بر شما همیهنان میهنان ارجمندم در همه جای جهان خاصه همیهنان عزیز در مام میهن برنامه های خبری تحلیلی شبکه تلویزیونی ایران فردا با برنامه شامگاهی آن سوی خبر گشوده می شود با تازه ترین اخبار و گزارش های دریافتی از ایران منطقه و جهان نخست مروری کوتاه بر سرفصل اهم مطالب و عناوین رویدادهای تنظیمی و برگزیده در طول 24 ساعت گذشته ادامه باستاب های جهانی به انتشار نامه 47 سناتور جمهوری خواه آمریکایی علیه توافق هسته ای واکنش ها به ضرب و شتم علی متحری با فراخوانده شدن استاندار فارس به تهران انعقاد قراردادهای جدید روحانی در اشقابات موجی از واکنش ها و تحلیل های سیاسی حول انتخاب رئیس جدید خبرگان رهبری و بالاخره در حوزه خارجی و منطقه ای با شکست محاصره داعش در تکریت و همینطور پیشروی های ارتش عراق اهم مطالب و موضوعات خبری برگزیده امشب پنج شنبه 21 اسفند ما برابر با دوازدهم ماه مارس میلادی است همینک مرور میکنیم بر شرح جزئیات رویدادهای دریافتی از ایران و جهان ماجرای تهاجم جماعتی اوباش و شناسنامهدار در شیراز علیه علی متحری صدرنشین رویدادهای رسانه های داخل ایران بود در تازه ترین خبر استاندار فارس به تهران احضار شد حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور ایران گفته است که استاندار فارس برای توضیح در مورد واقعه حمله به علی متحری در شیراز به تهران فراخوانده شد آقای امیری دیروز چهارشنبه 20 اسفند ماه تأکید کرد که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور داد که هرچه سریعتر با عوامل این اتفاق و یا قاصرین دولتی و کسانی که در ایجاد امنیت تعلل و مسامحه کرده اند برخورد قانونی صورت گیرد. به دنبال حمله روز گذشته نیروهای لباس شخصی به علی متحری نماینده مجلس در شیراز عملکرد دستگاه های مسئول و مشخصا استانداری فارس در مواجهه با لباس شخصی ها مورد انتقاد تعدادی از مسئولان و رسانه های ایران قرار گرفت آقای متحری خود دیروز می گفت که مقامات دولتی و انتظامی تلاش می اند که سخندانیش انجام نشود در این میان روزنامه های منتشر تهران از یک سو و برخی از نمایندگان مجلس از سوی دیگر واکنش های تندی نشان دادند از جمله روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله روز چهارشنبه از علی لاریجانی رئیس مجلس خواست تا موضوع حمله به نماینده تهران را پیگیری کند و میپرسید که چرا نیروی انتظامی در مدت سه ساعت محاصره این نماینده توسط خود سرها نتوانسته کاری انجام بدهد و محاصره را بشکند؟ در انتقادی جداگانه احمد توکلی نماینده مجلس با درخواست از قوه قضایی وزارت اطلاعات و همینطور اطلاعات سپاه پاسداران برای رسیدگی به موضوع انتقاد میکرد و استمداد میتلبید و میگفت که اینکه چند ده نفر با موتور و خودرو در فرودگاه اجتماع کنند و ما تصور کنیم مسئولان امنیتی شیراز از تجمع و قصد فاسد این تجمع کنندگان بیخبر بوده نهایت ناتوانی و عجز از انجام وظیفه آنان را نشان می دهد. همچنین در واکنشی دیگر احمد صبحانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد که حمله ی دیروز باید از طریق فرماندهان نیروی انتظامی و وزیر کشور مورد بررسی قرار گیرد تا تبدیل به یک اپیدمی در سایر استانهای کشور نشود لازم به توضیح که در پی واقعه شیراز روز گذشته محمد احمدی استاندار فارس نیز با ذکر اینکه مهاجمان افرادی عادی نبوده اظهار می کرد که تا امروز تلاش کردم با مدارا و بردباری اتفاقات تلخ را تحمل کنم اما گویا برخی صبر و متانت را در این اتفاقات جور دیگری تعبیر می کنند ادامه آن سوی خبر با واکنش های رسانه ای نسبت به شکست رفسنجانی در انتخاب هیئت رئیسه مجلس خبرگان روزنامه اعتماد در تحلیلی به چرایی شکست هاشمی در مقابله با محمد یزدی پرده های تازه ای از پشت پرده احتمالی هماهنگی های برخی از چهره های منصوب رهبری ایران در این شکست کنار میزد. اعتماد در این یادداشت تحلیلی مینوشت تا شب پیش از اجلاسیه خبرگان رهبری فضا برای رفسنجانی مساعد بود در آن سوی ماجرا اما چند خبر متفاوت پدید آمد آیت الله موحدی کرمانی به قم سفر و با مراجع تقلید دیدار و گفتگو کرد موحدی کرمانی به عنوان سرشاخه بزرگترین تشکل موازی با آیت الله یزدی این سفر را انجام داد تا این تصور که همه فضا برای آیت الله رفسنجانی مساعد است جلو نرود چهره هایی که در همه اجلاسی های مجلس خبرگان رهبری زودتر از همیشه می آمدند این بار دیرتر آمدند تا همه چیز آنگونه که تصور می شد پیش نرود روزنامه اعتماد از این شکست انتخاباتی به عنوان دومین انتخابات یاد می کرد که رفت سنجانی در آنها شگفت زده می شود هیئت رئیسه خبرگان یک نفر هنوز کم داشت آن یک نفر به زم اعتماد کسی نبود جز همان فرستاده به قوم در شب پیش از انتخابات یعنی آیت الله موحدی کرمانی در این راستا روزنامه شرق نیز در تحلیلی به قلم صادق زیبا کلام معتقد بود که رسانه های اصولگرا به همراه بسیاری از چهره ها و شخصیت های وابسته به این طیف بیش از آن که از پیروزیشان در انتخاب هیئت رئیسه خبرگان که دیروز اتفاق افتاد خوشحال شده باشند از آنچه که شکست آقای هاشمی رفسنجانی لقب داده اند به وجد آمده اند. و اما تازه ترین اظهار نظر شخص محمد یزدی رئیس تازه منصوب خبرگان رهبری درباره پیروزی خودش و شکست رفسنجانی البته نامی از هاشمی رفسنجانی به زبان نیاورد به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا محمد یزدی در سخنرانی پایانی هفدهمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری می گفت که برخلاف آنچه که دیگران ممکن است بگویند در مجلس خبرگان رقابت هایی که در دیگر انتخابات وجود دارد وجود نداشته ندارد و نخواهد داشت یزدی با اشاره به انتخابات روز گذشته هیئت رئیسه ی مجلس خبرگان تصریح می کرد که انتخاباتی در نهایت سلامت، صفا، صداقت و سمیمیت برگزار شد که در این انتخابات بعضی کنار رفتند و برخی ماندند و با اکثریت مطلق انتخابات برگزار شد در اظهار نظری دیگر محمد رضا باهنر نائب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درباره انتخاب رئیس خبرگان گفته است که کسانی که در خبرگان هستند از فیلترهای لازم گذشتند و ما در مجلس خبرگان به صورت عموم نمی توانیم به دنبال فرد ناصالح بگردیم زیرا همه ساله هستند اما بالاخره اگر بخواهیم مقایسه کنیم باید بگوییم بهترین اتفاقی که باید می افتاد صورت گرفت که اظهار رضایت تا و تمام بود از انتخاب یزدی در سوی دیگر روزنامه های زیادی نیز به این انتخاب واکنش های نشان دادن. از جمله روزنامه جوان وابسته به ارگان نظامیان سپاه در انتقاد از کاندیدا شدن هاشمی رفسنجانی برای ریاست خبرگان می نوشت که در صورتی که با یک حساب اقلانی و سرنگشتی می این سوال را طرح کرد که مگر می شود افرادی که در عواست مجلس خبرگان ریاست را از هاشمی گرفتند مجددا ایشان را به ریاست برگزینند بنابراین چون ترکیب مجلس همان مجلسی است که هاشمی را انتخاب نکردند اکنون نیز همان موضع را دارند و نباید آیت الله هاشمی وارد این انتخاب میشد ادامه آن سوی خبر با دو رویداد از حوزه قضایی و تهدیدات آملی لاریجانی علیه خاندان هاشمی تنها یک روز پس از شکست این فقیه در مجلس خبرگان رئیس قوه قضاییه اکبر هاشمی رفسنجانی را صریحا و رسما تهدید به برخورد قضایی کرده است صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران دیروز به سخنان دو روز پیش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام درباره دادگاه مهدی هاشمی پاسخ داد و به کنایت و اشارتی می گفت که متاسفانه برخی شخصیت ها در عین اینکه میگویند نمیخواهیم در کار قضایی دخالت کنیم اما با سخنان خود به نوعی دخالت در کار قاضی میکنند و بر وی فشار وارد میکنند خصوصا الغای این نکته که ممکن است متهم تبرئه شود ولی به نحوی دستوری او را محکوم کنند این سخن خلاف است و نشر این سخنان قابل پیگیری قضایی است که تهدید آشکار به پیگیری و پیگرد قضایی شخص هاشمی رفسنجانی در اظهاراتش مشهود بود ادامه آن سوی خبر با سویه دیگر از حوزه قضا و خاندان هاشمی در سوی دیگر صدور حکم مهدی هاشمی فرزند رفسنجانی گویا در آستانه اعلام شدن است به گزارش ایسنا غلام حسین اسماعیلی با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده مهدی هاشمی صادر شده است گفت تا زمانی که حکم از سوی قاضی امضا نشود ما آن حکم را صادر شده نمیدانیم در خبری دیگر در همین زمینه بنابر اعلام خبرنگار تسنیم دادگاه انقلاب تهران حکم پرونده مهدی هاشمی را صادر کرده است به نوشته این خبرگزاری یعنی ایسنا احتمالا اوائل هفته آینده این حکم ابلاغ می شود. رویدادی دیگر از حوزه قضایی و بازداشت ها که از آغازین ساعت بامداد امروز بر صدر رسانه ها نشسته. بازداشت گیرنده وام 6500 میلیارد تومانی. یک منبع مطلع در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا از بازداشت فرد وامگیرنده 6500 میلیارد تومانی خبر داد که بدون ارائه زمانتنامه های کافی این تسهیلات را دریافت کرد این منبع مطلع همچنین می گفت دستگاه قضایی که این فرد را بازداشت کرد اطلاعات تکمیلی را بعدا اعلام خواهد کرد در این گزارش نامی از این فرد برده نشده است اما رئیس قوه قضاییه اواخر بهمن در جلسه شورای اداری استان لورستان به شماری از پرونده های فساد مالی اشاره کرد و گفته بود که در یکی از آنها شخصی بدون ارائه زمانتنامه کافی 6500 میلیارد تومان از بانک ها وام گرفته است بنابر گفته صادق لاریجانی این شخص بخشی از این پول را به صورت ارز از کشور خارج کرده است در همین راستا اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی نیز در این رابطه گفته بود که سیستم بانکی در جریان پرداخت بدون وسیقه تسهیلات 6500 میلیارد تومانی بوده و نام آن فرد در فهرست بدهکاران بزرگ بانکی به مسئولان قوه قضایی اعلام شده بود. آن سوی خبر را پی میگیریم با آخرین اخبار از سویه ها و حوزه های ای در تازه ترین واکنش ها به نامه جنجالی 47 تن از سناتورهای های جمهوری خواه آمریکایی جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت که کنگره نمی توافق تا ای ایران و آمریکا را تغییر دهد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نامه 47 سناتور جمهوری خواه در مورد مذاکرات هستهی با ایران را مطلقاً باور نکردنی خواند و تأکید کرد که نمایندگان کنگره نمی توانند تا احتمالی ایران و ایالات متحده آمریکا را تغییر دهند آقای جان کری دیروز چهارشنبه می گفت که در طول 29 سالی که در مجلس سنا بودم هرگز چیزی مانند این را نشنیدم این نامه بیش از دو قرن سابقه سیاست خارجی آمریکا را نادیده میگیرد. جان کری در بخشی از اظهارات خود همچنین نامه سناتورهای جمهوری خواه را زیر سوال برنده اعتبار هزاران موافقت نامه امضا شده میان دولت آمریکا و دولت دیگر در سرتاسر سر جهان دانسته است. وزیر امور خارجه آمریکا افزوده که اقدام این سناتورها اعتماد متحدان آمریکا در جهان را به خطر انداخت و این پیام را به کشورهای دیگر میدهد که برای دستیابی به هر توافقی با ایالات متحده آمریکا باید با 535 نماینده کنگره گفتگو کنند همانگونه که بینندگان عزیز مستحضرند پیشتر 47 سناتور جمهوری خواهی آمریکایی در نامه ای سرگشاده به مسئولان ایران هشدار داده بودند که هر گونه توافق هسته ای با دولت باراک اوباما فقط تا پایان دوره ریاست جمهوری ایشان دوام خواهد داشت که این نامه منجر به موجی از واکنش ها از سوی تیف های مختلف رسانه ای و سیاسی در جهان شده است در همین زمینه و مضمون باستاب های جهانی نیز از سوی رسانه های معتبر همچنان ادامه دارد از جمله روزنامه فرانکفورت رالگماینه در تفسیری پیرامون نامه سناتورهای آمریکایی مینوشت این اقدام را نمیتوان طور دیگری ارزیابی کرد جز مداخله در مذاکرات در زمان حساس تخریب اتوریته ی رئیس جمهور و زیر سوال بردن او این عملی بیسابقه است این اقدام سناتورها نه از لحاظ حقوق سیاسی چندان شایسته است و نه از لحاظ سیاست قدرت همچنان بیننده برنامه شامگاهی آن سوی خبر خواهید بود با رویدادهای متنوع و مختلف منطقی و بین المللی های ارتش عراق و از آن و اعتراف سریح مقامات نظامی جمهوری اسلامی مبنی بر دست داشتن در آزادسازی تکریت معادله جنگ های منطقی و مبارزه با داعشیون را وارد فازهای تازه‌ای کرده است از جمله مقامات عراقی میگویند که نیروهای این کشور بخش های وسیع از منطقه شمال شرق تکرید زادگاه صدام حسین را از دست نیروهای مصوم به دولت اسلامی یا داعش بازپس گرفتند. به گفته این مقامات نیروهای امنیتی عراق از سوی شبه نظامیان شیعه و نیروهای قبیلی منطقه حمایت می شوند موفق شده پر اند پرچم عراق را بر فراز یک بیمارستان نظامی در منطقه قادسیه به احتزاز درآورند. در این حال همین مقامات عراقی گفتند که این نیروها نتوانستند در جنوب و غرب شهر پیشروی کنند پیشتر گزارش ها حاکی از آن بود که داعش برای جلوگیری از پیشروی نیروهای اراقی در سراسر شهر مواد منفجره کار گذاشته است و اما در سوی دیگر نام ایران و رزماوران ایرانی یک بار دیگر با جنگ های عراق گره خورده است تا جایی که همه جا سخن از حضور لوجستیک و حتی مشاوره های نظامی میدانی نظامیان ایرانی در خطوط مقدم جنگ با گروه شورشی داعشی است در تازه ترین اخبار دریافتی فرمانده سپاه ایران رسما و صریحا به این نقش آفرینی ها اعتراف کرده است به گزارش خبرگزاری مهر پاسدار محمد علی جعفری در دومین روز از هفدهمین اجلاس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به معموریت های سپاه پاسداران در عرصه های نظامی، امنیتی، فرهنگی و حفظ دستاوردهای های انقلاب اسلامی به عنوان معموریت اصلی بر حضور سپاهیان خامنه ای در سوریه و عراق تایید کرد و حتی از آن به عنوان صدور انقلاب اسلامی نام برد فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی صریحا از نقش مستشاری جمهوری اسلامی در عراق و سوریه یاد کرد و پاکسازی مناطق عراق از گروه های شورشی داعش با کمک و مشاوره فرماندهان نظامی سپاه پاسداران را یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی تحلیل کرد ایشان می گفت امروز نه تنها فلسطین و لبنان بلکه مردم عراق و سوریه نیز به نقش اثرگذار انقلاب اسلامی از آن دارند و در این زمین قدردان ملت ایران هستند و با وجود تبلیغات دشمن و راه انداختن بحث عرب و عجم آنچه شاهد هستیم نزدیکی بیش از پیش این دو ملت است این فرمانده نظامی هیچ گونه اشاره به نارضایتی گروه های سنی در عراق از این میزان مداخله سپاهیان ایران نکرد. همچنان بیننده برنامه یانسوی سوی خبر در ایران فردا هستید با رویدادی داخلی از ایران اما با رویکردی منطقه‌ای در راستای مداخلات همه جانبه جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه ای از جمله عراق که آخرین بار یونسی مشاور روحانی عراق را با زبانی تلمیحی بخشی از ایران قلمداد کرده بود علی لاریجانی رئیس مجلس نیز مجبور به اظهار موضع تازه شد تا از زهر سخنان استیلاجویانه وزیر اطلاعات سابق نظام فقها بکاهد علی لاریجانی دیروز در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مفهوم اظهارات یونسی مشاور رئیس جمهور مبنی بر اینکه بغداد پایتخت ایران است چیست ایشان جواب داد که بعید میدانم ترجمه درستی از صحبت وی شده باشد آقای لاریجانی که در پایان دیدارش با مقام قطری در یک نشست خبری شرکت کرده بود گفت نظام جمهوری اسلامی ایران برای همه کشورهای منطقه استقلال قائل است و ما به این نکته که هر کشوری باید بدون دخالت سایرین اداره شود به عنوان مبنا قبول داریم علی لاریجانی رئیس پاردمان جمهوری اسلامی ایران در ادامه این پاسخ اشاره می کرد که اگر به اراق کمک نمی کردیم داعش متعرض کشورهای منطقه هم بود رئیس مجلس در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص حضور نیروهای نظامی ایران در یمن می گفت ما در یمن نیرویی نداریم و تمامی این صحبت ها فضا سازی است و این کشور نیز باید مشکل خود را به صورت داخلی و با مذاکره و گفتگو حل کند این در حالی است که تنها چند روز از انعقاد قرارداد پروازی و هواپیمایی بین گروه انصارالله الله و جمهوری اسلامی نمیگذرد و اسناد نیز موجود است همزمان اما علی یونسی مشاور رئیس جمهوری ناگزیر شده است در مورد سخنان خود درباره رابطه ایران و عراق و رسانه های عرب زبان توضیح دهد علی یونسی در گفتگوی اختصاصی با برنامه منال تهران شبکه خبری العالم با بیان اینکه ایران هیچگاه به دنبال توسعه طلبی و تجاوز و تعدی و جنگ طلبی نبوده است اظهار میکرد که امروز هم ایران به فکر هیچ جنگ و تعدی نیست و همانطور که رئیس جمهور میگوید ما اگر لازم باشد دفاع کنیم با قدرت دفاع می کنیم ولی هیچ وقت به فکر توسعه طلبی نیستیم و مرزهای منطقه قانونی است و ما به تمامیت ارزی و استقلال همه کشورها احترام می گذاریم. آقای یونسی پیش از این با اشاره به رابطه کهن ایران و عراق گفته بود که عراق را بخشی از ایران میداند جالب اینجاست که همه این ماجرا در حالی است که پیشتر وزیر خارجه عراق نیز نگرانی های عربستان سعودی دایره بر اینکه ایران در حال به دست گرفتن کنترل عراق است را رد کرد ابراهیم جعفری در آخرین ساعات روز شنبه پس از شرکت در نشست اتحادیه عرب در قاهره به خبرگزاری رویترز می گفت ایران از عراق حمایت کرده اما ارتشش را به عراق نفرستاده است و در حاکمیت ملی عراق دخالتی نکرده ایشان میافزود ما خواهان روابط با عربستان سعودی و ایران هستیم گشاد رویی ما نسبت به عربستان سعودی به این معنا نیست که روابط ما با سایر کشورها سست خواهد شد و این به زعم این مقام عراقی بدان معنا نیست که عراق در حال ایرانی شدن است در ادامه اخبار منطقی و همزمان با نزدیک شدن توافق هسته از یک سو و پیروزی های ارتش عراق علیه داعش از سوی دیگر سفری سری از اردن به تهران صورت گرفت در این راستا منابع آمریکایی از پیام محرمانه پادشاه اردن به حسن روحانی خبر میدادند سایت خبری تحلیلی آلگماینه نزدیک به لابی نئومحافظهکاران آمریکایی و اسرائیلی با انتشار گزارشی درباره خبر اخیر سفر وزیر امور خارجه اردن به ایران این سفر را مورد شگفتی کشورهای منطقه و تصمیمی برای بهبود روابط دو کشور دانستند این سایت جزئیاتی از سفر وزیر امور خارجه اردن به ایران را منتشر کرده است آلگماینه با انتشار به جزئیات این سفر مینوشت طبق گزارش‌های رسیده از منابع موثق دولت اردن تصمیم گرفت تا تدابیر فوق محرمانه ای را برای سفر روز شنبه وزیر امور خارجه آن کشور به تهران در نظر گیرد و از انتشار جزئیات بیشتر نیز خودداری نماید. آن سوی خبر را با خبری از حوزه زنان و ابراز نارضایتی خانم کبرا خزعلی رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان از صدور ویزا برای زنان ایرانی پی میگیریم که جنس این خبر موجب شگفتی بسیاری از رسانه ها گردید کبرا خزعلی رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان از اینکه آمریکا به گروهی از زنان عضو انجمنهای غیر دولتی ایران ویزا داده انتقاد کرده است اعتراض خانم خزعلی به گروهی از زنان ایرانی است که برای حضور در اجلاس حقوق زنان در سازمان ملل به نیویورک رفتند کبرا خزعلی این مقام مسئول حوزه زنان در ادامه نارضایتی خیش اینگونه اشاره می کرد که متاسفانه سازمان ملل در کشور آمریکا مستقر است و هر کشوری که بخواهد در این کمیسیون شرکت کند باید ویزای آمریکا داشته باشد که این خودش جای بحث دارد در حالی که ورود نماینده ما در سازمان ملل با آن همه مشکلات روبرو بود چگونه و با چه هدفی این همه تسهیلات به گروه های غیر دولتی ایران دادند آن سوی خبر به حوزه ورزش ایران نیز همچون همه شب نظری و گذری دارد که این روزها البته بسیار متلاطم است نخست از بازداشت یک عضو هیئت مدیره در پرسپولیس میخوانیم گفته شده عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس با اتهاماتی غیر از فعالیت‌های فوتبالیش بازداشت شده است به گزارش خبرنگار ورزشی تسنیم مصطفی سلیمی عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس و شهردار منطقه 21 تهران بعد از حضور در شعبه دوی دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شد علت دقیق بازداشت سلیمی اعلام نشده است اما گفته شده که بازداشت سلیمی مرتبط با پرونده حمیدرضا سیاسی مدیرعامل بازداشتی پرسپولیس است لازم به توضیح که به استحضار بینندگان برسانم پیش از این همه رضا سیاسی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تنها چند روز پس از انتصابش به عنوان مدیرعامل این باشگاه بازداشت شد و همکنون نیز در بازداشت به سر میبرد و پرونده او در دو عنوان اتهامی مرتبط با فعالیت‌هایش در باشگاه پرسپولیس و فعالیت‌های غیر ورزشی تشکیل و در شعبه ویژه رسیدگی جرائم ورزشی و دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است. و اما آشفتگی و سراسیمگی در عرصه ورزش خاص زمینه فوتبال و ندادن میزبانی جام ملت‌های آسیا به ایران موجب رنجش خاطر گسترده مسئولین و بعضا مردم ایران شده است. نائب رئیس اول فدراسیون فوتبال رسیدن میزبانی جام ملت‌های 2019 آسیا به امارات را ناراحت کننده و سیاسی خوانده است این مقام فدراسیون فوتبال تایید کرده است که ندادن اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها یکی از دلایل نسپردن میزبانی جام ملت های آسیا به ایران بوده است محمود اسلامیان در گفتگو با خبرنگار ایسنا می گفت که نائب رئیس فدراسیون فوتبال گفت واقعا ناراحت کننده است که کشور ما با 75 میلیون جمعیت و قدمتی طولانی نتواند یک تورنمنت بین المللی را برگزار کند در حالی که قطری ها و اماراتی ها باید مسابقه های همچون جام جهانی فوتبال و جام ملت های آسیا را برگزار کنند و ادامه آن سوی خبر با دو رویداد از روسیه و ایالات متحده ای آمریکا به گزارش خبرگزاری رویترز آندر بابوشکین بعد از دیدار با پنج مزنون چچنی تبار در زندانی در مسکو می گفت برخی از این افراد که در ارتباط با قتل نمتسوف بازداشت شده اند دچار جراحت های متعدد بوده اند بوریس نمتسوف روز 27 بهمن در نزدیکی کاخ کرملین در مسکو به قتل رسید ایشان برجسته ترین منتقد کرملین است که در طول دوران حکومت 15 ساله ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به قتل میرسد. بابوشکین در یادداشتی در وبسایت خود این گونه می که دلایل محکمی وجود دارد که نشان می دهد دادایوف و گوباشوف ها یعنی متهمین قتل مقتول تحت شکنجه قرار گرفتند. و بالاخره از جهان سیاست و قضایی و جهاد و نظاو و ورزش با رویدادی بهاری برنامه امشب آن سوی خبر را با سوی ای از نوروز پی میگیریم بوی بهار و نوروز ایرانی بر سرسرای کاخ سفید آمریکا با میزبانی میشل اوباما همسر رئیس جمهور آمریکا مهمانی نوروزی کاخ سفید به میزبانی میشل اوباما و با حضور گروهی از صاحبان کسب و کار، مدیران مدارس، مسئولان و هنرمندان برگزار شد. در این جشن که روز چهارشنبه برگزار شد، خانم اوباما به زبان فارسی نوروز را تبریک گفت و در مورد سفره هفت سین کاخ سفید نیز توضیح داد. ایشان می کاخ سفید خانه تنوع و فرهنگ و سنت است که کشور ما را ساخته است. نوروز نیز یکی از این سنت هاست بانوی اول آمریکا می گفت بیش از سه هزار سال است که خانواده ها و جوامع در خاور میانه آسیا و سایر نقاط جهان از جمله در آمریکا نوروز را که نشانه آغاز بهار است جشن می گیرند خانم اوباما نوروز را فرصتی برای اندیشیدن به آنچه در سال گذشته اتفاق افتاده و برنامه ریزی برای سالی پر از سلامتی و کامیابی توصیف کرده بود. خانم میشل اوباما همسر رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ادامه این اظهارات نوروزی خود می گفت که کاخ سفید سفره هفت سین خود را چیده است و در آن از جمله سبزه به نشانه تولد دوباره و نو شدن طبیعت، سیب به نشانه سلامت و زیبایی و سماغ به نشانه طلوع خورشید گذاشته شده است. کاخ سفید از مهمانان جشن با غذاهای سنتی پذیرایی کرد و گروه رقص راه ابریش هم هم برنامه اجرا کرده بود و با این خبر نوروزی وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد برنامه گزارش روز بلا فاصله پس از آن سوی خبر پخش خواهد شد که مروری تکمیلی و تفصیلی است بر اهم رویدادهای پخش شده در آن سوی خبر ضمن دعوت از شما بینندگان عزیز به تماشای ادامه برنامه ها از محضر یکا یکتان خداحافظی می کنم تا درودی نو شامگاهی دگروار و سویه های تازه تری از آن سوی خبر در ایران فردا بامداد روشن آسمان آوی بدرود